امروز در خدمت شما گرامیان همراهان کانال هستم با یک دعوت بسیار بسیار بزرگ و بسیار بسیار عظیم از سوره حمد مبارک، از سوره حمد عظیم که بالواقع می شود گفت که مفتاح همه قرآن هست و هر چی که هست در این سوره مستتر، با هم همراهی بکنیم و از یکی از فواید و دعوات این سوره بهرمند بشیم انشاءالله، و در ادامه باقی توضیحاتی که مهم هست رو خواهم داد. با نام و یاد حضرت دادار، او که پایدار است، و با درود و احترام خدمت تک تک شما همراهان کانال، خدمت شما همزبانان، هموطنان، همراهان در هر کجا که هستید، بدور از کجی و کاسی همراه با تندرستی باشید. یک مطلب رو گرامیان بارها تکرار کردم، اگر میخواید به درگاه های نور الهی راه پیدا بکنید و اون درگاه ها سریعتر براتون باز بشه، به پدر و مادر، به بزرگترها خدمت بکنید و سرلوحی باشید برای کوچکترها که مطلب رو در زندگیشون سرلوحه قرار بدن. خب دوستان، ما مدت هست که در کانال دعوت نگذاشته بودیم، امروز یک دعوت رو برای شما گذاشتم از سوره حمد مبارک، که این سوره حمد واقعا می شود گفت که همه قرآن در او مستتره و همه قرآن از او نشأت می گیره. این سوره درگاه های بسیار بسیار زیادی داره، یکی از این دعوات این دعوتی است که من در خدمت شما قرار دادم و دارم توضیحش رو به شما میدم. بریم برای اینکه این دعوت رو بهتر بفهمیم انشاءالله از آموزش بهرمند بشیم. خب اولا دوستان، من بارهای بار بهتون در هر جلسه توصیه کردم از اون زمانی که دستور رفع چسبک رو به شما گفتم بذارید به گذاشتم بهش گفتم شما اجرا بکنید، حتما قبل از هر عمل، اصلا نمیخوایدم عمل انجام بدید یا به هر منوال، این دستور رو برید اجرا بکنید. در کانال دوم بنده هست اون دستور، بسیار بسیار دستور قدرتمندی هست، ضمن این که اصطلاحا انصراف از ماورا رو انجام بدید. حتما این باعث میشه شما اگر در زندگیتون دست به اعمالی از قبیل، حالا اعمالی چه میدونم، رفتم برای این دعا گرفتیم، رفتیم برای اون دعا واسطه چیزی شدید، یا پدر مادرتون رفتن کاری کردند و این نشأت به شما پیدا کرده و انرژیش بر شما تعلق پیدا کرده، این رو انجام بدید که انشالله شما اون سنگینی خاص از روتون برطرف بشه و اون نیرویی که شما رو محاط کرده دست از سر شما بکشه و شما بتونید نفس راحت تر بکشید و اعمالتون رو به راحتی انجام بدید. پس عزیزان این رو انجام بدید. من به طور محترم میگم در انتهای همین برنامه اون دستور رو بگذاره که بتونید انشاءالله ازش بهره مند بشید. خب بریم سراغ این دعوت. عزیزان این دعوت از ابتدای ماه قمری شروع می شود. ابتدای ماه قمری کی هست؟ زمانی که ماه میاد به اول و دوم ماه. بهتر هست اعمال رو سعی بکنید که دوم ماه انجام بدید به بعد. یک زمانی هست مثلا روز مثلا یک شنبه یا پنج شنبه که میخواید انجام بدید عزیزان، مثلا روز اول ماه قمری میشه، اون زمان مشکلی نداره. اگر نه میبینید مثلا اول ماه قمری شما مثلا میشه روز دوشنبه، شما اولین یک شنبه تون کی میشه؟ دقیقا شش روز بعدش میشه، اون زمان به راحتی میتونید انجام بدید. اما اگر اینکه حالا روز یک شنبه یا پنج شنبه تون شد اصطلاحا اول ماه قمری، دیگه همون زمان اعمال رو شروع بکنید. منتها اعمال قبلش عرض کردم که همیشه غسلونیت و اینا رو انجام بدید که اعمال احتیاطیش برطرف بشه. این عمل دوستان از روز یک شنبه یا پنج شنبه اول ماه قمری باید شروع شود. این اولین اصطلاحاً فاکتورش. دومین اصطلاحاً آگهیش که باید این رو بدانید و آگاه باشید
این هست که حتما یک اتاق مخصوص برای دعوات داشته باشید. بنده بارها تکرار کردم و حتما این رو باید مد نظر داشته باشید. دعوات رو در همون اتاقی که همه اصلا نباید انجام بدید. اولا، دوما، سوما، بارها تکرار کردم، سعی کنید یک جایی رو انتخاب بکنید که کسی نباشه، جایی که هیچ کس نباشه. حالا اگر مثلا شما مثل بنده مثلا خانه باقی دارید، یه جایی دارید که دور از انظار هست، اونجا برید، راحت ترید، تمرکزتون راحت تره. اگر خدای نکرده حادثه هم پیش بیاد، دیگه در کنار دیگران نیستید، که البته خب یک سری چیزها رو داره باید بدانید، ولی در کل معمولا بهتر است که یه جایی باشید که دیگران نباشن، مخصوصا کودکان. من بارها تکرار کردم، بازم تکرار میکنم، حتما عزیزان در همه اعمال، بنده چقدر دستور گذاشتم در مورد پاکسازی منزل، در مورد پاکسازی آینه ها، در مورد پاکسازی وسایل منزل، من اینا رو گذاشتم دوستان، مخصوصا کمدهای دیواری، آینه ها، من این رو بارها دستور در موردش گذاشتم. متاسفانه خیلی ها دقت نمی کنن، از بس که دستورات ما زیاده سرسرکی میان رد میشن، یکی دستور رو میبینه انجام نمیدن، بعد هی مرتبا هم سوال میکنن این شد و آن شد و فلان شد. دیگه اینقدر دستور گذاشتم، خسته شدم از بس اینقدر دستور گذاشتم برای عزیزان. یک دستور رو انجام بدید، برید زندگیتون رو پاکیزه بکنید، اصلا نمیخوایدم عمل انجام بدید، ندید، برید پی زندگیتون. فقط دستوراتی که برای خانواده است، برای پاکسازی انجام بدید دوستان. آلودگی در مخصوصا ما ایرانی ها عزیزانی که در افغانستان هستن بیداد میکنه. برید، من بارها چند سال میگم، نه یک روزه، نه دو روزه، چند سال در فضای مجازی دارم میگم، میگم عزیزان برید پاکسازی بکنید، اولا، دوما، سوما، سراغ مسائل نیاید. حالا هم که میخواد بیاید، لااقل پاکسازی بکنید دور براتون رو، با یک داستان دارید 100 تا دیگه هم روش نریزید و گره هم در گره برای خودتون ایجاد نکنید. خب، مطلب بعدی این هست عزیزان، دهان در هنگام عمل باید شیرین باشد. این دهان یکی از مهمترین قسمت هاییست که خب خیلی متاسفانه رعایت نمی کن. عزیزان این عمل باید حداقل قبل از شروع 7 روز ترک جمالی نمایید. در مورد ترک جمالی هم من برنامه ساختم، اما با پرهیزات، برید و نگاه بکنید در کانال و بتونید ترک جمالی کامل متوجه بشید. در مورد این دیگه برنامه در کانال موجود هست. خب، لباس عمل عزیزان سپید است، با شالبند چی؟ با شالبند سبز، که من در برنامه های دو شب سه شب پیش هم گفتم، اون برنامه رو برید نگاه بکنید، در مورد شالبند سبز من نوشتاش توضیح دادم. در خود عمل عزیزان، در خود عمل باید ترک حیوانی باشید. در خود عمل باید حتما ترک حیوانی رو داشته باشید. من در مورد ترک جمالی، ترک حیوانی اونها توضیح دادم و باید این رو بدونید. عزیزان حداقل 7 شب باید در اتاق خاص بخوابید. این رو من باز بهتون تکرار میکنم. 7 شب حداقل در اون اتاق خاصتون باید بخوابید تا انرژی کاملا بر شما تعلق بپذیره. خب، تا اینجا رسیدیم. عزیزان اگر مایل بودن دیدن این مطالب به دردشون میخوره، این کانال به دردشون میخوره، این مطالب رو شاید کسی دیگه هم استفاده کنه به دردش بخوره، اگر دلتون خواست، اگر براتون زحمت نبود، اگر دستتون درد نمیگرفت و اینها، میتونید ابتدا 2 کامنت انگلیسی بگذارید و کامنتاتون انگلیسی بگذارید، حتی یک کلمه های بگذارید، هیچ فرقی نمیکنه، و سپس لایک بکنید. اگر هم دیدید برای کسای دیگه مسمر ثمر هست، میتونید از گزینه شیر هم، از گزینه همرسانی هم استفاده بکنون. عزیزان هم که دلشون میخواد در کانال مشترک بشن، مشترک بشن و این علامت زنگوله رو بزنن و بذارن روی همه، به خاطر اینکه هر موقع برنامه آموزشی اگر براشون مورد استفاده واقع میشه این کانال گذاشتیم بدونن.
بسیار خوب، بریم سراغ الباقی عمل، که این الباقی عمل اصطلاحاً به درد عزیزان میخوره و باید گوش بدن. خب صبح قبل از شروع عزیزان، من بارها گفتم باید غسل و نیت انجام دهید. صبح قبل از شروع حتما غسل و نیت رو باید انجام بدید. آب مثل یک آمپلیفایر، من بارها گفتم دستگاه آمپلیفایر تو زندگیاتون هست، توی ماشین ها هست، توی ضبط های ماشینی هست که صوت رو قدرتمندتر میکنه، میده روی باند. آب هم مثل یک آمپلیفایر هست، آب تشدید دهنده هست، قدرت دهنده هست. شما یک انرژی رو بهش میدید، انرژی رو بارهای بار تشدید میکنه، قدرت فرکانسش رو میبره بالاتر و به کائنات اون رو اصطلاحاً میده. از آب میتونید در این جهات بسیار بسیار استفاده بکنید. هر عملی که بهتون گفتم از آب استفاده بکنید، قدرتش رو در زندگیتون خواهید دید. خب پس تا اینجا رسیدیم، گفتیم که اتاق باید خاص باشه و بقیه مسائل. دوستان حتما از شمع استفاده نمایید، حتما از شمع استفاده بکنید. حالا یا یک شمع یا سه شمع فرقی نمی کنه. در مورد مندل کشیدنتونم من بهتون توضیح بدم، دستوراتی که میذارم با یک مندل هست. کاردی که دارید رو به این صورت میگذارید اینجا نقطه آغاز، اینجا هم سمت قبله پیروان حضرت ختم مرتبه است، شروع میکنید به مندل رو کشیدن. با هر بار مندل، هر بار خط، یک آیت الکرسی، یعنی خط رو اصطلاحاً جفت میکنید یا خط رو قفل میکنید با 7 آیت الکرسی. زمانی که چاقو رو میرسید به اینجا که از اینجا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، تا اینجا رسیدید العلی العظیم، دیگه اینجا نمیگید بسم الله الرحمن الرحیم، چاقو رو بر نمیدارید، دوباره با همون الله لا اله الا هو الحی القیوم دیگه تاب میدید. 7 بار این رو روی خط میکشید عزیزان. و حالا بعضی میگه زیرمون بالش بذاریم، بذارید داخل مندل آب خواستید ببرید، دیگه اینا رو کار ندارم. نرید مندل رو از بیرون بکشید بعد برید داخل، این کار رو نکنید عزیزان. عملا مثل یک دیوار، این مندل مثل یک دیواره، مثل دیوار گرده، مثل دیوار اینجوری هست. و شما فکرشو بکنید، این دیواری که گرده، شما رفتید این داخل، مگه میشه دیوار رو بکشید بعد برید داخلش؟ نمیشه که. مندل رو باید از داخلش برید. و زمانی هم که اینجا نشستید و شماتون هم میتونید اینجا بذارید، میتونید بیرون از مندل بذارید. اینجا جای بخورتون هست عزیزان، اینجا حالا یک قزغال قالبی، دو قزغال قالبی، زیاد هم دود نکنید که انقدر دود باشه تو اتاقتون خفه بشید. اینجا بشینید، چاقوتون رو هم به این صورت بذارید روبروتون، تیغش به سمت خودتون باشه عزیزان. بسیار خوب، این از این عمل عزیزان اسراف دارد، این عمل تحسین دارد. من در برنامه‌های گذشته‌ای که گذاشتم، در این چند برنامه گذاشته در مورد اسراف تحسین صحبت کردم، در مورد اون سربند سبز صحبت کردم، برید برنامه‌ها رو ببینید. خب اسراف تحسین هم به شما گفتم، حالا میریم سراغ خود عمل. بخور عمل چه هست عزیزان؟ بخور عمل برگ گل محمدی، کندر، حالا سمق عربی داشتید بهتر، نداشتید و دانه اسپند. سمق عربی هم در بعضی از دونه اسپندهایی که تو بازار هست شفافه، بوی خیلی تند و خوبی داره، نداشتیم اشکال نداره، ولی اینها رو میتونید بکوبید، خیلی حبهای کوچولو درست بکنید، زیادم دود نکنید که خفه کنید خودتون، رو جا ایرکادیشن نداشته باشید یا اصطلاحاً گردش هوا نداشته باشید و باعث بشه که شما اتفاقات بد براتون بیفته. بخور به اندازه باید باشه، نه اینقدر بخور بکنید که خودتون رو خفه کنید. خب وقتی که اینجا مندل گذاشتید نشستید، اعمالتون از اینجا شروع میشه. ابتدا همیشه گفتم در تمام اعمالی که بهتون میگم، اول 14 صلوات مخصوص، 14 استغفار مخصوص. استغفار مخصوص هم بهتون گفتم دیگه، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. اینم در مورد استغفار مخصوص. صلوات مخصوص هم اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء و المرسلین علیهم اجمعین. خب
اولش عزیزان باید 21 مرتبه چی بخونید؟ آیه نور بخونید. آیه نور هم همش رو باید بسم الله میخونید. بعد از اینکه 21 مرتبه آیه نور رو خوندید عزیزان، میبایست 7 مرتبه چی بخونید؟ سوره و شمس باید بخونید. بعد از سوره و شمس که خوندید، سوره یاسین میخونید. سوره یاسین رو که خوندید، در هر مبین که رسیدید عزیزان، میبایست در هر مبین که رسیدید 101 مرتبه سوره حمد بخونید. در هر مرتبه 101 مرتبه سوره حمد بخونید. یک دستور دیگه هم داره که در اونجا عددی که برای سوره یاسین در نظر گرفته شده 57 مرتبه است. حالا شما میتونید 57 مرتبه یا 101 مرتبه بخونید. دستور یکی فرق نمیکنه، فقط نوع خادم ها فرق میکنه و هر اتفاقا اصطلاحا میشود گفت که اون مسائلی که برای شما هست فرقی نمیکنه، نوع خدام فرق میکنه. باز هم تکرار میکنم عزیزان، 101 مرتبه میخونید، بعد میاید این دعایی که هست رو میخونید، میگید اللهم یا حمید، اللهم یا حمید، یا علی یا عظیم، یا حافظ یا حفیظ، یا عالم بكل سر، یا عالم بكل سر والخفیات، یا کاشف الحجاب، اکشف حجاب الغفلت عن عینی و عن قلبی و عن جوارحی حتی انظر الى العوالم ملکوتی و خدام به صورت حمد به حق ایاک نعبد و ایاک نستعین. در 101 مرتبه یا 57 مرتبه این رو 3 مرتبه میخونید، به کف دستاتون فوت میکنید، به صورتتون میکشید تا روی دلتون، دوباره شروع میکنید و تمام میکنید عملتون رو. انشالله رسید به آخر سوره حمد، رسید به آخر سوره یاسین که تموم شد سوره یاسینتون. قبل از این 14 صلوات رو بفرستید و با اصطلاحاً تحسین خروج خارج بشید، سر به سجده میگذارید عزیزان، میگید یا قادر یا مقتدر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام. اینم حالا میتونید 14 یا 21 مرتبه بگید عزیزان، یا قادر یا مقتدر، یا که نعبد و یا که نستعین. بعد هم 14 صلوات مخصوص و با پای راست با تحسین خروج از مندل خارج میشید عزیزان، یادتون نره. اگر حین کار انصراف، گفتم بارها پاکسازی بکنید وارد نشید، وارد بشید در این، عزیزان تازه کار وارد این کارها نشن. بارها، هزار بار، صد هزار بار عزیزان میان میگن آقا من فلان کار رفتم نشستم جواب نگرفتم. عزیزان شما تازه کارید، در این کارها باید عزیزانی باشند که خدمت شما عرض بکنم کارشون چی بشه، به حداقل 6 ماهی یک سالی به اون خلوص رسیده باشن، به اون نور رسیده باشن. اینجا عزیزانی که اصطلاحاً دستشون به جای بند نیست، نمیدونم روحانیت نداره، اینها نرن وارد این مسائل نشن عزیزان. من بارها گفتم، بارها گفتم دیگه، بارها گفتم من فردا از سرم اینها رفه. شما حداقل 6 ماه، 1 سال، 2 سال، حداقل 6 ماه رو باید روحانیتتون رو تمرین کرده باشید، به خودتون مسلط شده باشید، خیلی از اعمال رو برای خودتون پیش گرفته باشید عزیزان. اینها دعوت هستن، اینها الکی به دست نمیان، بزرگوارن. نفستون باید گرم باشه، باید اصطلاحاً به یک روحانیتی رسیده باشید، بزرگوارن. این رو هم بهتون بگم، طول این دوره هم عزیزان 41 روزه، طول این دوره 41 روزه هست عزیزان. اگر خواستید از این اصطلاحاً انصراف بدید، انصرافش 14 مرتبه
سوره حمد است. در هر باری که سوره حمد رو میخونید باید بگید که انصرف دادم از این عمل، عزیزانی که به واسطه این عمل بر من نازل شدند به اینجا تشریف آوردن از این مکان به مکانهای خودشون با عزت و احترام و تکریم بروند و بازگردند. فرداش هم میتونید یه خیرات بکنید، حالا خیراتشون میتونید 7 کاسه شیر برنج باشه یا هرچی خودتون میدانید انشالله. باز هم تکرار میکنم عزیزان، این دستور مال آدمهایی نیست که از گرد راه رسیدن سلام علیکم بشینن رو دعوت، این کار رو نکنید. در دستوراتی گذاشتم در کانال، چله استغفار، چله نور و و و و و و اینا رو اول برید انجام بدید عزیزان. حالا در بسته راه میانبر انشالله من یک سری مراحل رو میگم که بتونید اینها رو راه به راه انجام بدید و به یک روحانیت مقبول برسید انشالله. اونایی که خواستن میتونن کانال رو حمایت بکنن، این کانال نه اسپانسر داره نه هیچ حمایت کننده بیرون شما عزیزانی که میخواید، بدون منت و بدون انشالله هیچ گونه حرف و حدیثی. در پناه خداوند متعال باشید و تا آموزش دیگر شما رو به دادار پایدار میسپارم. دادار پایدار یارو یاور شما.